من از یک تا چهارو خلاصشو توی یه روب شنیدم از چهار و بعد چون خلاصشو میذارن؟ خلاصشو همسر ما تو تحریف کنن آه, 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 آه ما زن بزنیم به اون تا یک تا دوازشو میگن قرآن گویا بود سن میزدی چند بود شمارش؟ سد و سی و سی نه <تصح> میدونی که من پیگیرش بودم من قرآن از اونجا خوب شد قرآن که ساعت رو میگفت قرآنی گویادش امروز یک شنبه 119 بود 119 بی من کارم چی بود اون لحظه که ساعت رو جا به جا میکنم من زنی بزنم 119 ببینم چی میگن <تصفح> خب چه اون دیلی رو او نه اون لحظه مثلا میگفتن همیشه یک فروردین ساعت 12 شب عوض میشد دیگه میرفت یه ساعت جلو من اون موقع زنگ میزدم با سیو که شهری بر. یک فروردین میبینی چون همه داشتن جشن میگرفتن ای دو با تلفن سر صد و تمام عکسای عید کارو با تلفن بیزنس بزائ. میتونست بوده. عجیبه. ببین مملکت ساعتش درست بشه. از اون موقع. اون سعی که چیزی نمونه. بود. تو صد داری عکس میگیری اینا بعدا میشه. اینا داستان میشه. سلام. تو نه نه داش مشی اوکی من میگم این سینماتیکه. امروز تصویرهای ما جدایی نادر از سیمین خیلی مطمئن نیستم من یه سینماتیک رو متوجه میشم گرسپ نمیکنه سینماییه نمیدونم میدونم کلا میگم سینماییه آخ آخ چه نگاهی تو هم خوش خب چه خبر خوب خوبی قاری. خوشی مرسی. زخم کاری این که از زخم کاری که چیزی نگفتی واقعا گفتی من چهار تا شو کارون چیکار می‌کنه من یه قسمت دیدم قسمتی ولی چون چند نفر من گفته بودم می‌خواستم تو این کی گفته بود که تو پس گفته بودی چه تو قبل به درد می‌خورد اصلا نمیرسم واقعا اینو تو من آره اینو همه میگن فرق داره واقعا مثل شهرزاد که فرق داشت خب شهرزاد فرق داشت بابا اون شهرزاد یه کامنت ریز من دادم وقتی ایمان داشت اپیزود دو بهشو میگفت گفت میگیرنم و اینا من گفتم نگه نباش حالا اسپویل میشه برای کار همه این هم که ندیدم آره <laughs> اسپویل میشه آره <laughs> جواد زدی خیلی بحال بازی میکنه آره این لامستم هم سریال تنز بازی میکنه لامستم جذاب لعنتی شیطون زنش تو این سریال یکم مشکل داره شنیدم شنیدم مثل این که میزنه شلاخ کاره زدش... قشن زدش خیلی عجیب اصلا کارکتری داره زنش خیلی سیکه اصلا با که داشتم صحبت میکردم ببنید. در این مورد نمیدونم با کیا داشتم در مورد یه سری چیزای صحبت میکردم و این بده, این بده. خیلی بده هفته که گفتین خوب بوده مشکلی نداشتید همه چی بر وفق مراد. مراد. مراد من دیروز یه برنامه یو بی سی نیستیم ببخشید چون یک شنبه شب و باید یو بی سی بود حرف رو داد نره از در خونه که اومدم بیرون بوی یک شنبه میاد یه حس یک شنبه هم هست تو هوا کول کوله پشتی رو کولم اینا رو هم داشتم قشنگ دوزید آره قشنگ یک شنبه است آره واقعا یک داری آها ایشون میخواد داریم والیبال والیبال نداریم امروز داریم میریم من دیروز سپر که میشستیم که موسیقی رو زده یه دونه در واقع مصاحبه داشتن با آقای احمد پژمان بله. یکی از بزرگترین کامپوزرای ایران آهنگسازای ایرانی دیروز من اونجا بودم و داشتم چیز میکردم داشتم در واقع براشون استریمش میکردم و کارگردانی میکردم دور بینا رو عوض میکردم فلان و اینا خیلی باحال بود خیلی تجربه عجیبی بود و مثلا آقای پشمان اونجا بود مثلا داشت خاطرات قدیمش رو میگفت خب سنشون هم بالاست خیلی خاطرات مثلا برمیگرده به دوران خیلی قبل و اینا و میگفتن که آره مثلا من موقعی که داشتم میرفتم کلاس ویالون بعد از جایی که مثلا خونمون بود تا جایی که کلاس مثلا یه راه زیادی بود و می رفتم ام. بعد تو راه میگفتم مثلا من ساز و قایم میکردم چون بچه های دیگه میدیدم با سنگ میزدن مثلا من کردن که مثلا این کار خیلی مثلا لو لول مثلا چند و اینجور چیز هاست خیلی عجیب بود برام که مثلا اون موقعی همچین نگرشی ساز وجود داشته الان اینطوری که هرکی ساز بزنه بچه ها پدر ها مثلا پدر مادر ها به زور بچه ها رو میفرستن که برن ساز بزنن اون موقع اینطوری بوده که با سنگ میزدن این خیلی عجیب شیده بود شیده. چه اینه. آره ولی تجربه با حالی بود چه من... استریم کردن؟ فقط رو زوم شبه با وارد نشه و این روز زوم یه ستاپ کرده بودم میتونستم دوربینا رو عوض کنم رو آره ببین دوربینا رو عوض میکردم خیلی باحال بود بعد تصویر در تصویر میکردم توی زوم با. کارهای عجیبی کردم دیگه شده بله تو, تو زوم بود جان تو زوم همه کسایی که می اومده بودن زوم. یعنی یه آنلاینی بود که همه دسترسی داشتن لینکشو به همه داده بودن ضبط آره آره س... بعدن ادیت س... شده که بعدن ادیت چه پخشه آره صد و خورده این نفر اومده بودن و همه هم از ایران بودن تقریبا سوال میتونستم بپرسن آره گفتم اگه تو توییچ بود که اینجا براتون قوغا میکردم تو تویچ دستت خیلی باستره زوم بازم خیلی دستت بسته است چی بود یه حرف نه زوم فقط به خاطر که تو یه لاین صدا میتونی بدی بهش خیلی دستت بسته است توی تویچ و اینا OBS میشه پنجا تا لاین صدا میدی همه رو مختلف فیلتر میذاری روش کارهای عجیب میتونستم بکنم اگه مثلا یوتیوبی تویچی چیزی بود آره ولی خیلی حال خیلی تجربه عجیبی بود جدید نو کلی چیز موقعی که میخوای یه کاری بکنی خیلی محدودیت وجود داره حال میده هی میخوای اینا رو دور بزنی به سفر روز داشتم گفتم گفتم اگر تو ایران بودم کارم دور زدن تحریم بود بد درصد تحریم ها میدونستم دور میشدی حالا نمیدونم آمریکا تحریم کرد آها فکرم اینا رو با هم گفتی و یه کلمه هست گفتم چرا روزه <applause> شما سه قرار شما چه خوب؟ خوب بود من همی هفته هندونه زدی؟ هندونه نه دیگه هفته دیگه که از هندونه خوب, دیگه خوب. دیگه بد شده فرزا بد شده خیلی بد, شده بد. هفته پیش که اون هندونه رو زدیم دیگه نزدیم ولی من همی هفته جالب بود برای این قسم... بله. قسمتی که میخواستم اوزی بنویسم یه يه... یه موضوع تو ذهنم بود ولی هی میخواستم در مورد اونو نرم <تصفح> 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 لخت اومدن یه ها چیزی رو با ایمان صحبه میدی وای آجی خیلی بیریاز بیری با تا خانواده همون چیزی رو زندگی میکنن آجی کند کن کاش دور بینو بابا بلم کن یاد فرنس آگلی نیکت گای افتادم مادرزا نه من تو نمیری تو اتاق تو عوض کنی نه تو بالکن اومد بیرون اما گرمای هوا خود تو بالکن آپارتمان ما و من مشکلی که چرا مثلا توی کل زندگیم همیشه همسایه هامون پیرمرد بودن چرا نمیتونست یه آدم جوان باشه من بگم آدم جوان کار نمیکنه نه چرا نمیشه دی آدم جوانی که این کارو بکنه باشه من میگن همیشه وقت خوبی رو گفت این که <اکده> یکیه یکی داره یکی داره گل آب میده آه خب <ع> من می یه شیش ماهی دانتان بودم خب با یکی از بچه ها زندگی که موقعی که دانشگاه میرفتم بعد اینا و... و... یه طوری بود ویوش که دور تا دور خونه این آپارتمان های بلند و قوتی های کوچیک کوچیک شب که میشد چیزهای عجیب میدیدی عجب اون چیزی که تو دنبالشی رو میدیدی کجا خونشون من یه آپارتمان دانتان با بگیرم خیلی جالب بود خیلی جالب نه در ادامه خواستم اینو بگم شیطون مثلا من الان خونه خودمون از همه میان بیرون با با اینکه روبروی ما هیچ کی یعنی هیچ بله. تو خونه ما رو ببینه ولی مشرف نداریم آره مشرف تو ایران همیشه میگفتن مشرف ولی همیشه یه چیزی دارم یه چی بهش میگن یه حیا نه حیا نه ولی میگم یکی داره نگرانی داره بعدم دیدی که از این دوربینا اینا اومده ماشاءالله دارن یه سریا چیه مثلا از تو خونت ده کیلومتر برتر با دفتر یکی منم تو دفتره, <تصفح> <تصفح> دفتره <بدی میدید>. بله یکی دیدم دفترای بعدی میرید بله میبینن ولی آه. مثلا اینا که تو دانتو فکر کنم عادت دیگه عادت میکنید یعنی بهش بی حس بی تفاوت میشی بعد نمیدونم ولی این مثلا ها خیلی بودن هر کسی که از دوستان بود همسایه های خوبی داشتن آه. اینجا کسایی که میشنستن همسایه خوبی دارن فقط مال ماسکه این آقا میان توی بالکن اون حوله ای که کامل تنشون رو در میگرد لباسشون رو میبوشن میرن تو بعد اقعا برعکس بیا با لباس بیا بعد در بیار بیا فسا آفتاب بگیر آره آفتاب اومد ویتامین دیو بگیره آره بریم سر اپیزود فکر میکنم تو مهمون داشتن نمیخواستن جلو اونا لباس آره چون این خوده قشن بوده آره اومدن تو پادکست هم از کردن سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و فرزاد با سلام سلام در ادامه لطف فرهاد و فرزاد به خودکست و اپیزود رفتنشون بعد از چهار سال به صورت هماهنگ چهار سال یعنی باید بله هر ما از این بریم هی ریفر میکنیم به این اپیزود ماست و فرزاد با یه اپیزود ها آخرتونه نه چی؟ اپیزود 350 که فرزاد قرار اپیزود داره برامون جانم فرزاد اپیزود داره نکته ای که وجود داره اینه که هفته بعدی ما سیزن فینالی سیزن هفتمونه و اینکه احتمالا لایو میریم با لایو آدینس میگیم میخندیم دوره هم توی یوتیوب هم که لایو خواهیم رفت اعلام میکنیم مثل همیشه دیگه مثل همه لایو همون میشینیم دوره هم میگیم میخندیم اشغال بازی میکنیم هم... خاطره میگیم این هم که دارم میشنم اگه چیزی به ذهنشون میرسه که فکر من جالب باشه باحال باشه ما انجام بدیم بگیم. آره یا مثلا کاری کردیم توی لایوهای پیش که چون همه یه که اومدیم چرا دروغ بی برنامه اومدیم یعنی اومدیم نشستیم بعد دیدیم که چی جواب یه جوازیم. بار یکیشو برنامه‌اش سوال پرسیدیم که که من همشو گند زدم تو پشت رو داشت آره این بده تیشرت چطوره فرزاد تیشرت خیلی خوبه چه سایزی برداشتی تو این لارج اوه. این بله لارج نه. به من که دیگه لارج نمیخواد آه لارج برای تو کوچیک شد نه من نظره آخه لارجش احساس دارد. میکنم خیلی بدن نه نما. من دو اکس لارج من شکم دارم نه سایزای چیز دیگه سایز ایرانی این میدیوم در واقع جنس خیلی مشتی داره آره ما خیلی تیشرت داریم احتمالاً یه سازکاری داشته باشیم بتونیم اه... تشکر کنیم بذاریم به فروش اه... از بچه های پشت صحنه آوردن حسین Uh, فاملای ما که تشکر بردن 120 تا تیشرت توی ببین یه جوری جاساز بود مثلا <laughs> یه دونه <laughs> آره یه قوری بود تو قوری مثلا تیشرت بود واقعا <تصفيق> آره آره <تصفيق> یه سماور تو آورده بودن تو سماوره مثلا سه تا تیشرت جاساز شده بود همه از که اینا رو ببینه دیگه دیگه به هر حال اینطوری بود که 120 تا تیشرت دیگه ما دوست 120 تا زیاده مثلا آره به همه بستوندی شده و اینا جنس از ترکیه اومده اگر که بخواین جنسش ترکه ما رو آتا ترک مالا ترکیه نه میدین ایران اینا فقط پشتش اگه ببینی آره تگش نوشته میدین ایران دقیقا. ما به تولیدات داخل رو آوردیم و به نظرم کیفیتش خداکیلی هر کسی که بود. گرفته بود چند از بچه ها هدیه گرفته بودن سر لایو قبلی و اینا گفته بودن کیفیتش خوبه شما احساس میکنم که راضی خیلی خوبه من جونم براتون بگه که همین دیگه هفته دیگه لایف داریم سیزن فینالی میریم یه استراحتی میکنیم با اینکه خب این این سیزن یه ذره بی برنامه شد خیلی درگیر بودیم به خاطر اتفاق مختلفی که افتاد ولی میریم یه ذره استراحت میکنیم به قول خارجی ها ریکالکولیت میکنیم دوباره برمیگردیم با یه سیزن جدید که ان شاءالله فرافرزا توش خیلی بیشتر فعال باشن برمیگردی برمیگردی و فقط توی همین دیگه بریم سر اپیزودت ببینیم چی داری برامون حتما بریم بریم من داشتم چیزی میگفتم که دوست از آه لخته اونو بگو ببخشید من, من حالا بعدم نشد تو این قسمت بگیم میگم این هفته داشتم فکر کردم که در موردش صحبت کنم و اینا ما اینجا بعد آمی. یه موضوعی تو ذهنم بود ولی بله هی می‌خواستم یه مو در مورد اون صحبت نکنم یه چیز دیگه پیدا کنم که به سنگینی این نباشه از آره بعد هی چک میکردم در مورد مختلف فکر می‌کردم و اینا و از زیر این کارم در میرفتم به ایمانم گفتم که مثلا بشینم حالا حتی همین اپیزود دارم بنویسم چون میگم سنگین بود و تا در این تا به جایی رسید که من شروع کردم هامس درست کردن نشن لولش به هامس درست کردن دو رسید. تا طعم مختلف هامس ایمه و قیمه هم که درست کرده بودم و ایمه ایمه همه چی بود داستانش؟ من آه... داستانش اون سری که کارون پرانک کرد که شما نیم ساعت جلو از من بودی من قیمه میکن. داشتم درست میکردم نیم ساعت دیر جواب دارم من نیم ساعت برم من هم نونزده تا تکس داریم که قیمه که درست میکنی دیگه <تصفح> نه همه چیز رو میذاری کنار این دوتا دو چون تراماتایز شدن یادشون نیست من یادم بود اینا حافظهشون پاک جو بود بعد که چیز شد گفتم من میخوانم قیمه درست ما امروز صبح رفته بودیم چیز رفته بودیم صبحونه جایی بود که فردا صبحش رفته بودم صبحونه چی؟ برده صبحی که اتفاق افتاد ها همون گذشته آره همون. ب... اون اتفاقی که جایی که فرق... امروز رفتی اون موقع آره، افتاده بودم به لرزه یه جوری شده همه امروز؟ همین امروز <تصفح> واقعا میبود پایان زیبایی داشت آره ایسا زده پذیرا نباشم آره یه واردش نشیم میخوای بگو ببینم چی داری برامو آره ولی در کل همون موضوعی سنگین و قرار امروز صحبت کنیم به خاطر اینکه حالا یه گوشی داره زنی تو کمر من مادر من جوابشون رو بدم بگم وسط اپیزودیم بدید بده. من وسط خودکستم من از هم داره پخش میشه یه سلام کنید به آدینس سلام روز زندگی بخیر من از همهتون معذرت میخوام خدافظو خداشوکر شد ما ما قبلا تو رادیو بودیم خدافظه سررسوی آره آره مرسی مرسی چون من اسم میزنه عزیزم آره آره ما دست میکروفون ما خوب خوب قشنگ بود خیلی باحال بود بله بریم سراغ قسمت ما قسمت شما ما هر موقع بحث شهر یا کشورهایی که تا حالا بهش سفر نکردیم میشه به خاطر حالا تجربه زندگیمون تو هر جایی که هستیم اخباری که شنیدیم خاطرات که شاید دوستامون رفته باشن و اینا میتونیم یه تصوری داشته باشیم از اون کشور مثلا این تو جمع ما حالا حسین نمیدونم ولی ایمان فقط استرالیا بوده حالا زندگی کرده حتی و ولی ما ها نبودیم ولی بفا... همینطور که گفتم به واسطه تجربه زندگیمون چه ایران اینجا و اخبار و بذات داستان که ایمان تعریف کرده میتونیم یه تصویری رو تو ذهنمون اگه بخوایم بسازیم از استرالیا مثلا اگر یه روز اگر سیدنی مثلا تصور کنیم آقا میرسیم یه فرودگاهی هست آدم ها مثلا این, این تیپی یه دولتی داره یه, یه میتونیم هر دبی راحت می دو بی جدید رو دبی رفتیم, دو بی رفتیم. دو بی رو. اه... آه یا حالا دبی جدید رو اه... در کل اگر بخوایم میتونیم اه... یه تصوری داشته باشیم و اگر هم حالا واقعیت بری با یه ضریبی بالا پایین شاید درست نزدیک باشه به اون واقعیت ولی امروز میخوایم در مورد یه منطقه یه کشوری صحبت کنیم که اگر بخوایم و اگه بخوایم از ذهنمون کمک بگیریم و تصویرش رو بسازیم حتی اگه تلاش هم بکنیم بازم خیلی فاصله داره تا واقعیت و اون هم جایی نیست به جز کره شمالی این بده کره شمالی آره داستان از اینجا شروع, شد که چند ماه پیش ف... نه یک ماه پیش نه چند ماه. پیش. فرهاد به من پیشنهاد داد که یه اپیزود جوروگن رفته و با یه خانومی مصاحبه کرده که ایشون پناهجوه و در واقع از کره شمالی فرار کرده و الان آمریکاست آمریکا زندگی میکنه و تو این اپیزود سه ساعته اه. یا سه ساعت, ساعت خورده, خورده ای از تجربیاتش میگه از زندگی اونجا و پروسه فرار و حالا زندگی بعدش توی آمریکا اه... خب من خیلی وقت خود اصلا گوش نکرده بودم به از وقتی که از یوتیوب جدا شد جدا شده بود و بی دلیل یعنی اصلا کلا پادکست خیلی کمتر گوش میدادم ام... ولی خب اینو رفتم گوش دادم و خیلی اپیزود سنگینیه به نظرم کسایی که دسترسی دارن حالا به سپاتیفای فقط هست اونجا هست حتما گوش بدن تایتل اپیزود چیه یا عددش؟ اه... اگه من میشه یه ورقه دیگه نوشته بودم اتفاقا اونو او؟ اه... آره خیلی خیلی سنگینه و به نظرم حالا یه هر موقع هم که میخواید گوش کنید اگه میخواید حالا اون اصلی رو گوش بدید اه... یه وقتی باشه که حالا حسلتون اوکی باشه مثلا از راز روحی میکنه از قبل روحیتون مثلا بد نباشه و بخواید اینو گوش بدید اپیزود 1691 ینومی پارک روزی دو سه تا اپیزود داره میده بیرون بعد آره آقای روگن هم که آره خانم ینومی پارک در چهارم اکتبر سال 1993 در شهر هیسان استان این یعنی گنگ کره شمالی به دنیا آمد یعنی یه سال از من 28 سالشه سایش حالا همینجا چون اون که به دنیا آمد کره شمال جنوبی جدا بود بله بله 75 سال فکر میکنم جدا بله یه نکته در مورد تاریخ تولدها بگم که من نمیدونستم توی این مصاحبه متوجه شدم اینه که تو جفت کره ها هم کره شمال هم جنوبی وقتی به دنیا میای میگن یک سالته یعنی وقتی به دنیا میای، یک سالته یه سال بیشتر سنشون آره وقتی که میشه ژانویه یک سال عوض میشه میره رو سنت میشه دو سالت و در واقع اگه مثلا تو دسامبر به دنیا آمده باشی یک ماه بعدش در صورت دو که دو ماهته ولی دو سالت میشه این خیلی جالب بود برای من نمیدونستم و تو جفت کره ها این تو این تاریخ یه فکر کنید خب درست نیست <applause> تاریخ هست ولی خب این تاریخشون ایشون به دنیا آمده اون تاریخیه که واقعی. واقعا سنشونه تاریخ کره ای نیست پدر ایشون توی شهرداری به دستور حزب کارگران مشغول کار بوده و مادرش در ارتش کره شمالی پرستار بوده و حالا نسبت به اون نرمی که توی استان اونها بوده و کلا توی کره شمالی بوده اینا یه خانواده حالا بودن که وضعشون خوب بوده نسبت به بقیه به خاطر اینکه به خاطر پدر مادرش و کارهایی که داشتن ولی این داستان تغییر میکنه که ما حالا می‌خوایم واردش بشیم یه کمی از زندگی در کره شمالی مشکل کپی روی؟ نه چرا؟ دارید تعریف آخه کتابم نوشته ایشونو آه آه. آره اکتیویست <تصفح> نه نه توی خیلی تد تاک صحبت کرده آره در مورد زند... یه خلاصه در مورد زندگی که ایشون در واقع میگه میخوام در واقع اینجا بازگو کنم که من همیشه شنیده بودم از منابع مختلف که مثلا چه جوریه و اینا ولی هیچ موقع به این دیتیل و اینطوری منو تحت تاثیر قرار نداده بود خب در شروع یکی که برای افرادی که نزدیک به حاکمیت هستن که اکثرا هم توی پای تختن همه چیز هست مثلا آره امکانات خیلی زیادم حتی هست ولی برای بقیه مردم که اکثریت مردمن خیلی داستان فرق میکنه مثلا اینترنت که اصلا نیست برای اون اکثر جامعه, جامعه، کره شمالی تلویزیون تلویزیون یه دونه کانال داره و اون یه کانال هم همیشه به برنامه نداره و وقتایی هم که داره اکثرا اخبار و پروپاگاندای خود رژیم کره شمالیه برق هست ولی خیلی کم یه جا میگه که تو مصاحبه میگه اگه اکسا اکسای ماهواره یا نگاه کنی توی شب اون منطقه همه جا ژاپن جا نمیدونم کره جنوبی همه نور چراغاشون مشخصه ولی کره شما نه انگار برق رفته انقدر چیز برق هست <applause> کم بوده برق, کم بوده درکی از تاریخ فرهنگ جغرافیا و مثلا معنای زندگی نیست برای اون عموم جامعه این چیزا اصلا چون تحلیف شده چیزای آره حالا یه چند خط دیگه میگم که چیه داستان کلمات احساسی مثل مثلا عشق مثل نفرت مثل خشم داشتن این چیزها براش معنی وجود نداره یا مثلا این کلماتی مثل همون استرس، تراما، تجاوز، سکس و یه جمع اشاره میکنه میگه من تا اومدم آمریکا متوجه شدم گی چیه این چیزام کاملا اصلا نیست یعنی تعریفی نداره, یا اگه کتاب 1984 چیز خونده باشی جورج اورول عینا همین داستان توی اون دنیای خیالی هست همینجوری حکومت میکنن پروپاگاندا دارن دقیقا یه کلمه من نیست یعنی خیلی چی؟ کلمه به اسم من آره این هم میخواستم میگم به بخ... خاطر این که <تصفح> به خاطر این که خودش, خودش میره اپیزود خب کومونیستیان منم حالا شاید منو بدونن ولی استفاده نمیکنن یعنی اصلا چیز بدی هم باید همیشه جمع بدم بگم ما و خب اشاره میکنه اصلا مجالی نیست برای اون آدمای عادی و اون اکثر جمعیت که به این چیزا فکر کنن به خاطر اینکه همیشه همیشه سال اینا تنها دقدقشون اینه که یه غذایی پیدا کنن که زنده بمونن یعنی همیشه توی استیت توی حالت گرسنگی یا دیگه قطعی و سوء غذا هستن یه <applause> توضیح کوچیک بدن اینو حالا ظاهرا حکومت کره شمالی از قصد این کارو میکنه اون توی اپیزود هرم مازلو ما راجع به یه سری با... چیز صحبت کردیم که اون نیازهایی که شما دارید مثلا 6 -7 تا اه... طبقه داره <تص> طبقه اولش میشه توی اون هرم نیازهای فیزیولوژیکیه و اون اونجا میگه که تا زمانی که شما نیازها رو برآورده نکنید نمیتونید برید به نیاز بعدی برسید حکومتی مثل کره شمالی آدما رو تو نیاز صفر نگه میداره نیاز فیزیکی یعنی غذا به حد کافی نیست تو تا وقتی اون مشکل رو نتونی حل کنی اصلا ذهنت سراغ این نمیره که حالا معنای زندگی من چیه اصلا کیفیت زندگی چیه نه عشق چیه امنیت چیه این اونجا آدما رو نگه میدارن دقیقا اه... آره حالا من یه قسمتی که جا افتاد یه تاریخ خیلی کوچیکم خواستم بگم اینو باید اول کار میگفتم ولی کره شمالی بعد از شکست ژاپن در اواخر جنگ جهانی دوم 1945 به دو, قسمت تقسیم شد کره اسم... به دو قسمت کره ببخش آره قسمت شمال مدار 38 درجه رو اتحاد جماهیر شوروی و جنوبش آمریکا اشغال کردن و این دوتا هم طی سالهای بعد نتونستن به یه راه حلی برسن که دوباره این, این, دوتا رو متحد کنن و در بالاخره در سال 1948 این دوتا کره برای خودشون دولت تشکیل دادن به صورت جداگونه و کره جنوبی در سئول یه دولت ضد کمونیستی و در واقع حالت غربی درست کرد و در شمال هم در پیو یانگ کیم ایل سانگ کره شمالی رو بله بله کرد کیم ایل کیم اون پس کیم ایل سانگ بوده کیم جانگ ایل و اینی هم که امروز هست کیم جانگ اون اون آه. آره. <applause> این جنگ ایل که این رهبر الانش از سال 2011 که یادمونه که وقتی پدرش فوت کرد چه که بود آجی و حالا جالبش اینجاست که تاریخی که تحریف شده و چیزی که به همین الان داره بهشون گفته میشه اینه که تاریخ از تاریخ اون کره یا کلا تاریخ از تولد این آقای کیم ایل سانگ شروع پدر، میشه پدر ه بله تاریخ کلا از شروع میشه عبروند. و فقدان ویده بله و اومدن کلا اه... کتاب اه... انجیل رو برداشتن اینطوری که ایشون میگه و تمامی حالا اسم مثلا حضرت مسیح رو برداشتن, اه... بر اسمشون رو برداشتن. رو و اسم رو گذاشتن و همونه حتی قلعه که کتاب دین دارن نه زده دینن دین نیست ولی اون ایدئولوژی و خب به هر حال اونقدر بی نیستن نباید دین داشته آره ولی خب مثلا این گفتن که آقا ایشون تاریخ ما از ایشون چیز میشه شروعش از اینه دیدین دیگه این داکیومنتری ها رو در موردش میدونین که میتونیم بریم ببینیم کره شمالی و من... میتونیم تور بریم جای آدما رو میبرن جا جای خاصی شده دیگه جا رو آره, آره, نه نه خودشون میبرن می 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 آره دو... چیست اسکی میشه عکس نه نه نه, نه دوربین داره. و اینا هیچ چی نمیتونی ببری کتابای مسیحی و کتاب چون... کتابای دینی مزهد. و اینا هیچ چی نمیتونی ببری و اعدام داره اگر که ببری و خیلی مثلا ریستریکشن های مختلف داره محدودیت های مختلف داره ولی تور میبرن یعنی میتونی به عنوان مثلا حالا ها راحت‌تر میتونن برن به اون یه ایرانی ما میتونیم بریم کره شمالی اگه بخواین ببینیم کره شمالی مون نشه یه کره شمالی نشه واقعا به من میخواستم برم دبی با من قاطی کنم برم کره شمالی این چرا خاموش شد فاک مای لایف حالا نمیدونیم آره کی قطع عزیز آره ما نمیدونیم که این دوربین کی قطع شده دوربین ما ولی قطع شده بود متاسفانه و اون تیکه تاثیر رو نداریم ما ادامه میدیم اگر که دیدید ما داشتیم صحبت میکردیم ولی تاثیر رو فرضاد بود دلیلش اینه نقص فنی آره خلاص من اگه بخوام کره شمالی رو بعید بزنم خانواده تو سن سی سالگی بذارم برم از نرید نداره. بعد میگه که جام جامعه کره شمالی به پنجاه طبقه یا پنجاه تا کلاس تقسیم میشه پنجاه بله سه چهار تا شنیده بودیم تو بعد نوشته هیچ فعلا گفتگی <تصفح> <تصفح> هیچ راهی هم نداره که شما بتونی از طبقه ای که هستی بیای بالاتر ولی پایین میتونی پایین میتونی بدی میتونی ازدواج کنی با حالا یه دختر یا پسر دیگه ای که طبقه پایین پایی تر توه ولی نمیتونی به هیچ بری بالا این اینجوریه یه جوری طبقات رو بالا برم یه برگردیم حالا به همون داستان اینکه اینا همیشه گرسنه هستن خانم یه نومی میگی که صبحا یا حالا وقتایی که هر موقع بیدار میشدن از خواب باز به خاطر اون صبح تغذیهی که داشتن و مام کافی اصلا نبوده تو بدنشون نز... یک ساعت تقریبا طول میکشیده تا وقتی که بیدار میشن اون سرگیجه و اون سردرد و اون ضعفی که داشتن بتونن مثلا روپای خودشون وایستن و برن بیرون تا این وضعشون خوب بوده اه... آره ولی حالا اینجا رو مشخص نمیکنه که این اتفاق مثلا قبل اینم بوده که وضعشون خوب بوده من فکر نکنم و حالا میگم که چی, چی میشه که بعضشون بد میشه و کلا راه پیدا کردن غذا براشون این بوده که برن بیرون برن توی کوه و دشت و دمن و گیاه و گلای مختلفو بخورن و اگر اونجا مثلا اگر ملخم بود ملخ بخورن که منبع چیزه پروتین یعنی مثلا خرید چی میخ... بخرن؟ بازار سیاه هست بازار معمولی نیست؟ نه, نه. حالا این در... بقیه حالا مایحتاج بهشون داده یه میشه دیگه یه در در مثلا برنج و چیزی سالی یه بار به اینا داده نه. در این در حالیه که نه. کشاورزی هست اونجا زمین کشاورزی هست همه چی هست ها اینا ولی همش مال دولت مرکزی مال حاکمیته و همین افراد همین افرادی که همیشه گرسنه اونجا کار میکنن ولی هیچ اجازه ای ندارن که اون غذاهایی که اینا درست میکنن تو خود زمین های کشاورزی ها استفاده کنن که اندوم نمیتونن دقیقا یعنی آدما باید برن توی کوه غذا آره. جمع کنن بعد وقتش مگه هست منظور چیه مگه اینا همشون کار نمیکنن ام... خب دیگه خب ام... اون فیلم اسمش چی بود ام... توی ماکینگ بیرد، اسی تو ماکینگ بیرد، ماکینگ ماکینگ دیدین؟ من ندیدم ولی هانگر گیمز. <تصفح> <Hunger Games. آه. تصفح> آره <تصفح> خودش رو میگه. خیلی شبیه هانگر گیمز چیزی که داری میگی. هانگر گیمز هم یه فیلمیه که تو صد درصد ندیدی، دیدی؟ خیلی عجیبه. چه عجیبه؟ هانگر گیمز. سه تا فیلم ببین باحال تخیلیه. ولی دعواد این سوال میکنه که اومدن مثلا اون حالا محلی که هست رو دیستریکت بندی کردن مثلا ده دوازت دیستریکته و اینا مثلا هرچی که شماره دیستریکت پایین تر مثلا بالا تر باشه بدبختری بهتون مایحتاج نمیدن و اینا همشون مثلا تو فقر و بدبختی اینا زندگی میکنن هر سالم یه بازیه که یک نفر رو انتخاب میکنن به صورت قر... به قید قرعه دو, دو نفر رو از هر دیستریکت انتخاب میکنن که اینا میرن با هم دیگه میجنگن و هر کسی که زنده بمونه مثلا دیستریکتش رو خوشبخت میکنه برای اون سالی که وجود داره ولی خب به مقدار آره, آره نه نه فقط نمیخوام بگم ولی مثلا دقیقا همینطوری که از هر دیستریکتی که هست مثلا اگه دیستریکت پولدار باشی امکاناتی که داری خیلی بیشتره برای اون کاری که میخوای انجام بدی یه فیلم دیگه هم بود نتفلیکس دیدم چند وقت پلتفرم آره آره همون آره 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 دیدیم. با کردیم دیگه؟ اون اسپانیاییه. آره اونم اون بد بود خیلی فیلم نه دیدی اینم دیدی؟ آره عجیبه <applause> خیلی عجیبه نه <تصفان> 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 آخه من هر فیلم خارجی واسه بهش میگم مارولا رو دیدی میگه نه هری پاتر رو دیدی نه ایدم علایدین دیدی نه ایدم مشکل <تصفان> از ایمانه مشکل از ایمانه هم هم <تصفان> <تصفان> مشکل از ایمانه مشکل از ایمانه نگه هر نباشی خب آره نشین این شدت گرسنگی انقدر هست که افراد به شیوه های مختلف به دلیل همین گرسنگی میمیرن و دیدن جسد کنار خیابون رودخونه ها و ایستگاه های قطار خیلی نرماله مثل ما که مثلا میریم پایین چهارتا تا آدم میبینیم دارن راه میرن خیلی نرماله که شما بری و چهار تا جسد ببینیم آه. اه حالا گفتم قطار مثل اینکه فقط هم یه قطار هست و اونم در ماه یک بار حرکت میکنه تو کره کره شمالی و خیلی جا به جای سخته ماشین و اینا وجود داره دیگه برای خودش آره ولی اینطوری که میگه خب توی همون پای تخت خیلی همه چیز هست ولی بقیه استانها دیگه این داستان میشه ام آره من یه سری دو سه تا داکیومنتری اومده به کسایی که رفته بودن همین توریستی رفته بودن چیز کره شمالی و دوربین مخفی برده بودن و فیلم گرفته بودن آره. نشون میداد میگفتش که از مثلا پایتخت که دور میشی دیگه جاده وجود مثلا جاده آسفالت وجود نداره همش خاکیه برای همین نمیشه اگه ماشینم باشه نمیتونید بری. بریم بشیم آره. بشیم. بشیم. آره. دقیقا این, دقیقاً این... گفت برق نیست مثلا یه سری جاها خود این خانومی که صحبت میکنه تو یه لحظه به خودت میگه میگی مثلا این حرف رو داره تو سال 2021 این اتفاق داره می خیلی یه کمی یه کمی عجیبه. خیلی عجیبه اه... یه خ... همه خاطرات که صحب... تعریف میکنه خیلی تلخه اه... اه... برای مثال میگه من یه روز با خواهرم میخواستم برم اه... آب از شا... چاه بیاریم دیدم که یه پسر مثلا جوونی نوجوونی اون کنار افتاده و از شدت گرسنگی روداش از پشت کمرش زده بیرون و اون سمت یه سری سگ و اینا تیز کردن که این هر موقع مرد برن سرش و این با این حال از ما طلب کمک رو غذا میکرد و خب ما هم نداشتیم که چیزی بدیم و میگفت چیزی که خیلی حالا اینجا بغض میکنه میگه که چیزی که من الان که به این داستان فکر میکنم ناراحت میکنه اینی که من نمیدونستم این این خیلی شرایط بدیه میگفت برای من تعریف نشده بود که ناراحت بشم اینو میبینم خب این خیلی میگفت الان که من بهش فکر میکنم همیشه گریه هم یه چیز خیلی بدیه یعنی اون ابراز هم و اینو نبوده اصلا اصلا بعد میگه که همین یکی دو سال اخیر هم کلا رژیم همه سگای هر سگی که بوده افراد داشتن رو میگیره و میکشه و دلیلش هم بوده که این یک آیکون این یک نشونه زندگی غربی بوده که شما سگ داشته باشی و همه سگارم هم گرفتن و کشتن باز یه خاطره خیلی تلخ دیگه میگه میگه یه دورانی خب نگه بگو 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 گفتن که بگو هستی میگه که میره بیمارستان به خاطر درد آپانتیسی که داشته و خب میگم واقعا ما ذهنمون دوباره میسازه دیگه وقتی میگیم بیمارستان شاید ذهنمون بره به آخرین بیمارستانی که بودیم فکر کنیم اونه ولی اینطوری نیست میگه مثلا وقتی میری اونجا اتاقی نیست که شما اتاق انتظار, انتظار باشه که مثلا وایسی بعد برید میری شاید یه یه جوری یه نوبتی میگیری یا باید بری بیرون بیرون اون مرکز بشی و میگفت اون بیرونی که میری به خاطر این خب افراد مریضی میان اونجا مراجعه میکنند باز شما مواجه میشی با یک تپه از اجساد و میگفت من صحنه ای که اونجا دیدم و خیلی سنگینه این بود که به خاطر اینکه چشم انسان بافت نهر می داره نسبت به حال جای دیگه موش ها اولین جایی که هدف می, گیرن می دیدیم دیگه این بود که آقا میرفتن سر چشا و خیلی میگفت صحنه هایی بود که افتادن و چشا خالیه و میگفت همه همه گشنن همه غذا نیاز دارن گفت بچه هایی رو میدیدی که دنبال این موشا میدویدن که موفق بشن این موشا رو بگیرن این موشا رو بخورن موشی که موشی که چش انسان رو خورد بعد جوروگن اینجا میگه که نگران نبودن مثلا پدر مادر این بچه ها خود این بچه ها که آقا مریض میشیم و حال این موش که حالا عامل بیماری خام میخورن یا رو آتیش میگیرن هر کاری میکنن میگفت نه میگفت انقدر ما تو شرایط بد گرسنگی به سر میبریم که اصلا یه،, یه چیز نرمالیه بین ما که اگر میخوایم بمیریم بذار با شکمه پر بمیریم تا اینکه با این وضع بزار بمیریم بزا و یه خاطره این مامانش تعریف میکنه وقتی که دانشگاه بوده زلزله میاد و به جای اینکه همه بیان بیرون از توی از تو ساختمون که زیر آوار نمونه همه حجوم میانن میارن به آشپزخونه اون حالا دانشگاه هر که بوده که غذا بخورن که اگه رو بمیرن که سیر بمیرن و این یه چیز نرمالیه که انگار یه موقعیتیه براشون حالا گفتی بازار بازار سیاه هست که حالا اون کشاورزا یا حالا افراد دیگه میان با هم جنس تبادل میکنن نادره کالا به کالا آره و اینطوری هم نیست که حالا مثلا مواد مخدر و اینا نه مثلا یه برنجی شاید یه گوشتی اونجا که غیر قانونی هست و آره این کار اگر یعنی بگیرن یعنی خلی... گرفتنشون آره. و داستان خانواده هم از روزی به هم میزه که پدرش رو توی این بازار سیاه میگیرن به خاطر اینکه یه سری فلزاتی رو با قضا برای خانوادهش داشته در واقع مبادله, مبادله میکرده می و اونجا میگیرنش رو مثلا به ده سال اه حبس اه محکوم میشه حالا در مورد وارد اون کارهایی هم که میکنم میشیم ولی اینطوریه که بر اساس حکمی که بهت میدن یا بر اساس که خطایی که کردی بین سه تا هشت نسلت میتونن تاوان باید تاوان بدن مثلا اگه آدم انقلابی و سیاسی باشی و چه میدونم به به, آره به براندازی چیز فکر کنی تا هشت نسل بعدت چیز بعد برن زندان بعد برن تو این کمپای کارگری ووه. و حتی اگه مثلا یکی فامیل خونی تو هم نباشه اونم بعد بره زندان خیلی ولی مثلا خطاهای اینطوری که شاید بگیرنت توی این بازار ها تا سن است بعدت چیزه بعد ها خیلی, خیلی عجیبه مسخره است یعنی نوت به دنیا میاد چرا با بزرگیت مثلا انقلابی بود الان آره. این یعنی خود دخترم چیز شد آره اگر باباش تو بازار سیاه بوده آره فرق و فاملوش همه تو چیز بعد اه... اه... یه چیز دیگه ای که من اصلا دیگه میم این اپیزود خیلی سنگینه انتظارش نداشتم دیگه اینو بشنم من. ولی جره دیگه همون مثال موشه همون بود ولی میگفت که اونجا آدم خاری هم هست یعنی میگفت الان میتونی یه جوری تصور کنیم خیلی سخت ولی میشه تصور کرد که هیچی به هیچی نیست دیگه از... بگی. از چیز که دور میشی از پای تخت همینطور که ایمان گفت اصلا خاکی و اصلا نمیتونیم تصور کنیم گفت خیلی راحته خیلی چیز نرمالیه که باز مثلا بچه های کوچیک یا حتی هر سنی باشن یه غیب بشن و تو اینو میدونی که دیگه شاید طرف نیاد شاید پدر مادرت خواهرت دوستت دیگه مثلا میدونی که تموم شد و این اینا ارتباط داد به اینکه تو این بازار سیاه که میرن خب افرادی که خب دیگه خیلی فقیرن و یه اوضاشون بده میرن گوشت ارزون بگیرن و نمیپرسن گوشت چیه این دیگه شما تو تشو برید ولی میگفت من خوش شانس بودم که زن گوشت خوک فکر کنم میخورده خونه آدش اینو براش تهیه تح... تح... میکردم گوشت خوک یه خیلی لکس گوشت ارزون محسوب میشه بازم دیگه نسبت به گوشت های دیگه نمیگم اگه آره گوشت آدمی زاد باشه چی بخشیم؟ احتمالا گوشت دیگه اصلا اونجا نیست چون خوک پرورشدنش راحته آره مرغ و مثلا تخم مرغ خیلی غذاییه که اگه گیره یکی بیاد دیگه مثلا خیلی چیز یه جا تو مصاحبه میگه که تنها کاری که یه فرد توی کره شمالی میتونه خودش یعنی کنترل داره رو اون تنفس کردنه همه چیز همه کارها برای تو نقشاش کشیده شده به تو میگن چی کار بکن چی کار نکن خونه نداری که هیچکی کی ملک شخصی نداره هیچی فقط میگه تو میتونی نفس بکشی تو ادامه این دوباره میگم چیزی که دوباره برای من جالب بود دولت از اینا میخواد که مدفوعی که انسانیو و مدفوع انسانیو جمع کنن و سر سار برن تحویل بدن به خاطر اینکه حالا یا تکنولوژیش نیست یا حالا هر چی که هست نمیتونه کود این فازل نداره؟ نه نه, نه. فازل آب که نمیتونه کود تولید کنه و از شهروندان میخواد و مثلا میگفت که خانواده چهار نفره یک تن باید مدفوعهای خودشون رو جمع کرده باشن که تا ژانویه تحویل بدن و آماده باشه برای فصل کشاورزی بعدی یک کجا, می و حالا در مورد این هم صحبت می خواهی. خب این همین یه کالای چیز میشه دیگه ارزشمند میشه به خاطر اینکه تو اگه به اون تاریخ برسی و اون لیمیت رو جمع نکرده باشی وایسی بخوری که دیگه من میگفت ما در با این اوضاعی که داریم در ماه دو یا سه بار اگه بتونیم دستشوی دست بریم و حالا مدفوع یعنی چیز کنیم و تو این اوضاع میشه که مثلا سر این سر این چیز اصلا میرن میدوزن و باید خیلی اصلا میگم یه چیزیه که ها مدفوع همه میرن میدوزن آره اشاره میکنه اینا همه این داستان ها داره اتفاق میفته ولی از سال 2017 تا به امروز این یارو 2017 فرار کرده نه 2007 2007 توضیح میدی که چه جوری آره, آره آره اون که یه داستانی از 2017 تا امروز سی تا رزمایش اتمی داشته کره شمالی و میگه پول یکی از این رزمایش ها رو اگه انجام نمیداد و صرف مردم میکرد میتونست یک سال این جمعیتی که داره نزدیک به 25 میلیونن که این حالا روزا دارن غذاشون رو بده و میگه اگه چهار تا کلا چهار تا اینا کمتر انجام میداد به جا سی تا میتونست مطمئن بشه که افراد به خاطر حالا کم بوده غذا نمیمیرن حالا به خاطر مریضی یه میرن ولی غذا فاکتورش نیست ولی میگفت نه برعکس اینو تو همون تلویزیون اعلام میکنه که ما مثلا با قدرت این سیتا رو انجام دادیم و اصلا یه ارزشی میدونه که حالا مردم گشنه باشن ولی ما این کار رو بکنیم و اصلا میگه این یه چیزی که تو گفته میشه هیچ چیزی که رفتید سیدو دقیقا منم به این فکر کردم قصدت. که قصد. اون موقعی اون که این اتفاق افتاد من شخصا نمیدونستم که آقا مثلا این خیته داری با کی میری دست میدی تو ام... بعد اتفاقای دیگه ای که میتونه برای تو بیفته وقتی که تو کره شمالی باشی رهبر پدر رهبر علاشون که فوت کرد اگر گریه نکنی دیدی که ویدیوهایی که میمد چه جوری همه گریه میکردن برای برا ما یکمی کمی مسخره بود ما فکر میکردیم من خودم فکر میکردم یه حالت پاچخاری داره ولی از که این نیست تو باید گریه کنی اگه گریه نکنی همون داستان سه نسل و هشت نسل میاد سراغت و باید زندان بری اگر اکس های, اکس های این که تو خونه هست اگر مثلا شبونه بیان توی خونه و چک کنن خاک باشه شما می زندان میرید اگر آتیش سوزی بشه توی خونه و شما اول این اکس ها رو محافظت نکنی برات مسئله دار میشه و محاکمت میکنن میگه که ده ده مادر نه خواهرش تعریف میکنه که مادر یکی از دوستاشو به اتهام اینکه جاسوس سی هست گرفتن و خیلی سریع کشتن ادامش کردن ولی خیلی مثلا چند وقت بعدش فهمیدن که غلط بوده اشتباه مثلا فکر کردن که این جاسوسه و, و هیچ مثلا اوتخایی های اینام نیست که مثلا میگن ببخشید ما اشتباه این حرکت رو کردیم یه پیام دارم برای رهبر کره شمالی و از اونورم میگم باز توی پای تخت و افرادی که به قدرت نزدیک ترن همینطور فساد تو فسادهای مختلف دیده میشه مثلا میگه که فرد دوم حکومت که یه فرد نظامی هم هست یه حرم سرایی داره که هر سال میگردن توی کل کشور و دخترهای باکره من داشتم بهش میگم اونا مثلا سن قانونیان که ندارن همچین تعریفی آه برای اون ندارن. ندارن و اینا رو جمع میکنن میان اینجا و چه کارهایی که با اینا نمیکنن و مثلا میگه دندونای اینا رو میکشن خیلی این از این فسادای این شکلی هم که زیاده و میگه توی آخرین گ... آخرین گزارشی <تصفح> <تصفح> که سازمان ملل داده میگه که نزدیک ترین اتفاقی که میتونیم ما مثلا در موردش صحبت کنیم و بگیم اونطوری همون قضیه هولوکاست هست ام. که داره همین الان انجام در حال وقوعه و هولوکاستو گفتن حالا یکم وارد فرارش بشیم برای من خیلی جالب بود فرارش البته فرارش هم عرناکه فکر نکنید که این اپیزود شل میشه صفت میشه همین سفت صرف و صفتر <صفح Romeo> میشه این اپیزود خب <تصفح> تو اون شهری که به دنیا آمده و زندگی میکرده تا سن 13 سالگی شهر مرزی بوده با چین و میگه که شبها دوباره به خاطر اینکه خب کل شهرشون کل استانشون تاریک بوده دیگه اصلا کسی نمیدیدن اما ولی چراغای چین رو میدیدن به خاطر اینکه مرزی بودم و همیشه تو فکرش بوده که آقا من, من, یه روزی برم از این مرز اون طرف به خاطر اینکه یه کاسه برنج بخورم وقتی که اون داستان آفانتیسش تمام میشه از بیمارستان و حالا برمیگردن اینا یه یادداشتی از خواهرش میبینن که خواهرش میگه من با دوستم خواهرش 16 سالش من با دوستم فرار کردیم به چین و شما هم بیایید تو این داستانم تو این, زمان این زمانم وقتی بوده که پدرش هم یه خودش رو به مریضی میزنه توی اون زندانی که ده سال براش بریده بودن و میارنش حالا توی بیمارستانی که بوده و اینها و به اون سربازی که مسئول نگهداری بوده میگه قول میده من اگه بذاری من فرار کنم من یه پولی به تو میدم و پدر اینم اینا میدونستن که پدرش کجاست و دیگه زندانم هم نبوده پدره و تو اون نوشته ای که خواهرش گذاشته بوده گفته بوده که من مثلا این خانوم به من کمک کرد نشونه زنی اومده که من این خانوم به من کمک کرد که فرار کنم بیام چین و میگه من تو کوچیکی آها میگه ما با این خانوم در واقع صحبت کردیم و قرار شد من و مامانم بریم بریم ولی پدرمون رو نبریم و میگه توی کوچیکه خب من نمیدونستم ولی این خانومه میگفت که خیلی راحت تره که خانوم باشی که این راه رو طی کنی و تو هم که مثلا بچه ای اگه اونجا سوال کردن ازت سن تو مثلا بالاتر بگو بگو چه میدونم من 16 سالم اونجا یعنی تو چین؟, تو چین و توی کلا این پروسه فرار و میگفت ما هم خودمون میدونستیم که هرچی پدرم ندونه شب این فیلم ها خیلی بهتره چون اگر که مثلا چیز بشه میگیرن خود پدرم پدرش رو در میارن و میگفت ما من و مامانم تصمیم گرفتیم که فرار کنیم و از کره بریم میگه از یک کو از یک کوی رفتیم بالا برای اول این این راه و رسیدیم به رودخونه یعنی اونجا زده. 14 سالش بوده وقتی می رفته. سیزده سالش بوده هم. آره. میرسن به کوهر یخزده و رودخونه ببخشید رودخونه یخ زده که مثل اینکه این مرز بین چین و کره شمالی بوده و حالا به اون ور رودخونه که میرسن در واقع تو خاک چین بودن دیگه و میگه در وهله اول سربازان چینی جلوی خودش یه اون سرباز نبود تو کره شمالی دم مرز نه دیگه به خاطر این کانکشنی که در واقع زده بودن لینکی که زده بودن با اون خانومه این کمکشون کرده بوده که این ور رو تی کنن و وقتی میرسن توی چین اون سربازا میخواستن تجاوز کنن به این دو نفر و خب مادرش یه کاری میکنه که این اتفاق فقط برای خودش بیفته و این تجاوز در واقع همین این خانم یه نومه تجاوز نکنن یعنی تو حتی چی نه؟ و حالا وارد این میشم و ایشون این صحنه رو میبینه و باز هم میگم تعریفی نداشته برای اینکه چیز میشه ولی متوجه میشه که مامانش خب برها توی شرایط بدیه متوجه میشه و اولین این صحنه رو میبینه حالا اینی که گفتی چین یه چیز نرمالیه که حالا اشاره میکرد که جمعیت مرد چین خیلی بیشتر خانوماشون هست و یه عددی میگفت عدد سی میلیونه البته تو نسبت به جمعیت کلشون عددی نیست ولی خب میگفت خیلی سالیانه این اتفاق میفته که اینا میرن چین حالا به خاطر سرباز های دو طرف اجازه میدن و اینا و اینا میرن اونجا توی چین مثلا یک سال دو سال در واقع برده یا حالا برده جنسی کارگر جنسی به زور یا حالا به زورم شاید ندیه دیگه میشن و آخر در آخر هم اینطوریه که اینا خود چین پس میده اینا رو به چیز به کره شمالی دفاق. خب دوباره آره میگه اون شب میگه دیگه وقتی که این اتفاق افتاد ما رو بردن توی خونه ای و حالا دوباره توی این خونه قاچاقچی های انسان بودن چینی ها که میگفت مثلا منو بدنم رو نگاه میکردن و اینا و اون شب مامانش رو به یه قاچاقچی فروختن به ارزش 65 دلار و خودش رو فروختن یه چیزی کمتر از 300 دلار به دوتا تا قاچاقچی مختلف و میگه اینم اینطوری نبود که ما اونا زور کرده باشن که آقا بیا ما تو رو بفروشیم و اینها میگفتن یا الان که اینجا یا اینه یا ما برت میگردونیم کره شمالی و خب اینا میدونستن اگه برگردن چه داستانی براش چی در انتظارشونه میگه تو بهترین حالت خب این بود که ما برمیگردیم و اگر هم کره شمالی با ما کاری نداشته باشه به خاطر فرارمون باز هم میریم همون گرسنه میشیم و از شدت گرسنگی مرگ در انتظارمونه پس این بود که تن میدادم به این داستان اه یه نکته ای که میگه میگه من اونجا تو اون خونه ای که بوده برای دفعه اول سطل آشغال دیدم توی عمرم به خاطر اینکه توی کره شمالی هیچ چیزی به نام دور انداختن هیچ چیزی نداریم میگه حتی ما دوریزم میگه ما حتی از موامو استفاده میکنیم که آتیش روشن کنیم چون چوبم حتی یه, کالای مرغوبیه و اینا میگه برای من خیلی عجیب بود که مثلا مگه میشه چیزی رو دور بندازن آدما در کل دو سال تو چین بوده و میگه تو این دو سال هر روزش برای من مثل مثلا هزار سال میگذشت به خاطر اینکه هر لحظه باید آماده این بودی که یکی تو رو لو بده مثلا گاردو بیان بگیرنت و میگفت همیشه ما آماده بودیم حتی وقتی که میخوابیدیم با کفش میخوابیدیم جایی که میرفتیم چک میکردیم راه در روش چجوری و اینا گفت خیلی سخت به من میگذشت این دو سال چی, چی کار می کرده تو دو سال؟ میگم دیگه برده کارگر جنسی کار یه جالبش اینه میگفت ما هم میفروختم به یه سری خانواده هایی که از لحاظ ذهنی مشکلات داشتن به خاطر اینکه مثلا حالا کسی که این مشکلات نداشته باشه خودش میتونسته بره مثلا ازدواج کنه یا یکی رو پیدا کنه برای همین ما رو میفروختن به اینا و خب تصور کن که چه داستانی بود و این خانم یه نومی رو یک بار دیگه هم میفروشن یعنی آره یه بار دیگه هم فروخته میشه دفعه سوم گیره یه مردی میفته که خیلی سپرایز میشه به خاطر اینکه سومین در واقع شخصی بوده که خریده بودتش ولی هنوز باکره بوده و دریش هم بوده که اون دفعه اول مادرش نزداش این اتفاق بیفته اون صاحب دومش هم میگفت که خب زن دخترهای دیگه ای داشت ولی سمت من که میومد من خیلی نمیذاشته فیزیکی نمیذاشته لگت میزنه اینا و میگفت من اینطوری تهی کردم و رسیدم به این شخص سوم. و حالا به این شخص سومی که رسیده میگه من خیلی خوش شانس بودم که این منو خرید. اینجاش عجیب میشه. و میگه برای دفعه اول تو زندگیم به من موبایلو نشون داد و برای اینکه حالا مثلا شاید طرف میخواسته این یه رابطه احساسی هم با این داشته باشه گفته که موبایلو نشون داده و عکس مادرش رو بهش نشون میده و میگه اگه تو قبول کنی که بیای مثلا معشوقه من بشی من قول میدم که مامان تو از همون از کس دیگه ای که خریدتش اون طرف عکس مادر اینو داشته آره بیه از بخرمش, تو بر بیامش که تو و پدرت هم از کره شمالی بیارمش میگه من مثلا این کانکشن ها رو دارم و این هم خب مثلا اصلا می که دفعه بود موبایل و اینا رو وقتی دیدم عکسش اوناست دیگه تن داده و دیگه اون نفر سوم در واقع بهشون تجاوز میکنه ولی به قولش پایبند بوده و هم مامانش میاره هم باباش از کره شمالی میاره براش هم میگه اون یاره؟ آره. میگه میگه من مثلا به من واقعا علاقه داشت خیلی یه جوری هم نمیدونم شما این جوری هستین یا نه ولی من واقعا اصلا من دستم هی برو دیگه 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 برگه آخرته دیگه بگو دارم خیلی اذیت میگه بعد از چند وقت این خوش همش مال اون بود اون بیشتر سو گفتم آماده بود بعد از چند وقت این شخص به به قمار اعتیاد پیدا میکنه و حالا حالا اوضاع مالیش هم خیلی بد میشه اصلا نمیتونه دیگه خرجی بده مثلا. خرجی بده و اینها و میگه آقا مثلا تو برو تو دیگه آزادی اینا آزاد میکنه و این لطف و در حق این انجام این خانم و خانوادهش میکنه و میگه تو میتونی بری تو این دوران میگه یک چت هایی بوده توی چین که آپشن دیگه ای بوده در مقابل اینکه کارگر جنسی فیزیکی باشه و اینطوری بوده که اینا می رفتن حالا جلوی وب کم و بدن خودشون رو نشون میدادن به مردایی که توی کره جنوبی بودن به آنلاین و میگه اونجا اولین جایی بود که من اصلا با کره جنوبی آشنا میشدم چون به ما گفته بودن تو کره شما که یه همچین جایی هست و خیلی اوضاعشون بده خیلی بدبختن و همیشه دوست دارن که بیان بیان تو کره شمالی و من اونجا دفعه اولم بود که اصلا شایده. آره این ای ای اینا همش خودش میگه میگه من اصلا مپ دنیا رو هم نمیدونستم یعنی نقشه دنیا رو هم ندیده بودم که اصلا ما کجاییم خیلی عجیبه خلاصه اونجا با یه خانومی آشنا میشه میگه من اگر تو بیای مسیحی بشی به خاطر اینکه کلیسا قدرت داشته میگه اگه بیای مسیحی بشی و اینا سری تست از تو بگیرن که مطمئن بشن واقعا مسیحی شدی قواعد و بلدی و اینها ما میتونیم تو رو من به تو میگم که چیکار کنی که بتونی بری کره جنوبی فناهنده بشی به کره جنوبی چون تو چین هم واقعا عزیتشون. امنیت نداشته نه امنیت نداشته آه. چون هر لحظه میفرستادنش عقب به خاطر اینکه چینم چینه دیگه بعد به خاطر اون چیزایی که توی کره شما یاد داده بودن و از انجیل بوده خیلی راحت بوده برای اینکه در مورد مسیح خونه و کلا خیلی سریع یاد میگیره همه قواعد دین و ازش تست میگیرن توی اون کمپی که بوده و در واقع قبول میشه و اینا متوجه میشن که ایشون مسیحی شده بعد که این تست رو پاس میشه اون خانوم بهش میگه که یه قطب نما بهشون میده به یه گروه هشت نفره بودن و به اینا میگه که شمال غربی رو بگیرید روی قطب نما و همینطوری برید و از وسط کبیر گوبی اگه اشتباه نکنم شمال چینه میرم به سمت مغولستان پیاده توی ماه فوریه اگه اشتباه نکنم که منفی چهل درجه بوده بعد میگه که ما هیچ که نداشتیم مثلا و اینا هیچی نبود دستکش و اینا نداشتیم خیلی تو شرایط خیلی سخت حالا دلیلی هم که اون ماه انتخاب کرده بودن این بوده که سرواز های کمتری توی مرز بودن و احتمال اینکه که چون اونا حق تیر دارن لب مرزیه هر کی بیاد از هر سمت میتونن بکشن میگفت ما این تایم رو انتخاب کردیم که فکر میکردیم بهتره سربازای کمتری و همینم هم بوده و این خانم بهشون گفته بوده هر موقع که یک حصار هشت سیمی رو رد کردین میدونین که دیگه وارد خاک مغولستان شدیم که میگه این اتفاق افتاد و ما یه شبی مثلا رسیدیم یک روز طول کشیده این فاصله ای که رفتن تا مغولستان. صبح که سربازای مغول اومدن اینا رو پیدا کردن و باز هم اینجا دیگه خیلی دردناکه میگه ما اینجا هم مطمئن نبودیم که هنوز امنیم به خاطر اینکه اون ور دوباره چین بود و اینا هم زیاد روشون حسابی نمود و اینا شروع کردن به ما گفتن که ما شما رو میخوام برگردونیم به چین و میگفت تو این لحظه همه این مهاجرا میدونن که یا با خودشون تیق به همراه دارن یا سم سم کم چون میدونن دیگه این آخرین لحظه ایه که فرصت دارن خودشون جون خودشون رو بگیرن وگرنه اگر این اتفاقات بخواد برعکس اتفاق بیفته برمیگردن به کره شمالی و اصلا اونجا با قرار بمیرن پس ترجیح میدن اینجا خودکشی کنن و میگفت این اتفاق برامو ما افراد و سرباز به ما گفت که سربازا گفتن که ما بشینید توی این ماشین ما داریم براتون می‌گردونیم چین و میگفت اون لحظه من و مامانم دیگه داشتیم همون نگاه میکردیم که مثلا آخرین لحظه‌ای بود میخواستن خودشون بکشن که اونجا یه سربازا میزنن زیر خنده که نه ما اصلا قصد اینو نداشتیم که شما رو بفرستیم چین شد. یه پیام دارم عزیز آره و می پدرشون هم بوده اینجا نه پدرشون تو چین فوت میکنه آره و میگفت این یه چیز نرمالی بود که این سربازا توی این موقعیت شوخی شوخیم. کنن با این پناهجو و عذیتش کنم و میگفت خیلی هم اتفاق میفتاد که یکی میمور جون, جون میگرفتن و خب خیلی سنگینه و حالا اینا رو نمیفرسن چین چی رو میفرسن به سفارت کره جنوبی توی مغولستان و توسط یه سری پاسپورت‌های های جعلی اینا میرن کره جنوبی و دیگه اونجا تو کره جنوبی به اینا از سفارت بهشون پاسپورت جعلی میدن حالا خیلی آره کره آره جنوبی آره کره آره آره جم... جنوبی میرن احتمالا یه سری تمهیداتی گذاشتن واسه اینا که نمیدونم آره مثلا شاید میدونی فکر میکنم چیه فکر میکنم که اگر مشخص بشه که اینا برای کره شمالی ان شاید امید. بهشون مثلا دوره اجهافی بشه برای همین مثلا پاسپورت هایی که بهشون میدن موقعی که وارد میشن دیگه اون رکوردی که اینا برای کره شمالی بودن دیگه پاک میشه میدونی میگم می شاید واقعا برای اینکه اونور اذیتشون نکنن و مثلا تردشون نکنن و اینا دیگه از این آره به عنوان خودش هم میگه این پروسه هم خیلی چیز بوده چون هم کره جنوبی هم مثلا میخواد مطمئن بشه که اینا جاسوس نباشن و چینی های اه 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 که اصالتا کره شمالی بودن یا برعکس اون, اون طور هم نباشن میخوان مطمئن بشن که اینا واقعا فرار کردن و اینم پروس هم دور میشه خلاصه میاد توی کره جنوبی و میگه اونجا برای دفعه اول با مفهوم آزادی آشنا شدم اینکه می دیدم هر کسی م... کار هر کاری که دوست داره میخواد انجام بده و برای موفقیتش تلاش میکنه و اینها و میگفت برای من خیلی سخت بود به خاطر اینکه پنج دقیقه که فکر میکردم خسته میشدم میگفت ذهن من آ... آ... آماده ذهن من آماده نبود برای فکر کردن به خاطر که... مجبور باشه و همه کاراشو بهش میگفتن که چی کار بکنی. اه... باید بکنی اینجا بود و در واقع تو کره جنوبی کاملا برعکس بوده اون آزادیه بوده و میگفت من به حتی به جایی رسید که انقدر داشته این آزادی اذیتش میکرده میخواسته برگرده آره این انستیتوشنالایز شده بوده چی بهش میگن بهش میگن استاکوم سندرم جوروگن شده شده این لفظ انستیتوشنالایز رو گفت گفت اینو توی زندانیام دیده میشه آره. چون اون یه سری اسکیجولی دارن شاشنگ ریدمشن آره و دوباره یه کاری وقتی که از زند... شاشنگ ریدمشن رو دیدی فیلمش رو ام. اون یارو که خودش رو از زندان آزاد میشه بعد از چل سال بعد خودش رو میکشه در این این م... در در آره بعد آره یه کاری میکنم که برن و از اونجا هم توی کره جنوبی هم کاملا توی حالا یک اینجا هم هست یه سری یه دلاری هست همه وسایل یه دلاره اونجا شروع به کار میکنه و دیگه وقتی که کره جنوبی بوده تقریبا سن دبیرستانش بوده ولی هیچ چیزی بلد نبوده و به خاطر حالا اون علاقه ای داشت... که داشته و اون اطلاعاتی که نداشته شروع میکنه مدرسه رفتن و کنار مدرسه میگه من صدها کتاب خوندم مثلا میگه من نمیدونستم اخبار میومد که مایکل جکسون مرده من نمیدونستم مایکل جکسون کیه یا مثلا استیو جابز نمیدونستم کیه میگفت هر اتفاقی که دو دنیا میومد اتفاق میفته برای من عجیب و جدید بود و میرفتم همونجاش میخوندم تا دیگه به جایی میرسی که سال 2014 مهاجرت میکنه آمریکا و مادرش آره و الانم آمریکا دانشگاه کلمبیا هم اقتصاد خونده و الانم یه اکتیویست خیلی جدی برای آمریکا شمال... کره شمالیه علیه کره شمالی در واقع برای, برای مردم کره شمالی خیلی باز میگم اپیزود خیلی سنگینه گوش دادن به خودش به مراتب سنگین تر این صحبت که من کردم از میکنم میدونم همه حالا ما که هر جایی که هستیم واقعا اخبار رو که میشنویم ایران اوضاع کرونا افغانستان اینا رو میشنویم و به دلیلی که من خیلی مردد بودم سر این اپیزود این هفته این بود که نمیخواستم دوباره یه موضوع سنگینی رو صحبت کنم ولی میگم چون خیلی تازه بود برام و خیلی تحت تاثیر قرارم داد گفتم شایدم یکی دیگه هم مثل من باشه که به این شدت ندونه این مسائلی که داره هم, هم این مسائلی که همین الان داره اتفاق میفته همین الان که ما اینجا نشستیم و متأسفانه کاری هم نمیتونیم درماش بکنیم دمت گم من با ببندم این اپیزودو چون واقعا انکافتبلم نظرتون چیه؟ اوکیید مرسی که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواید مرتبط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای خودکست تاکس که میتونین اونجا نه و بقیه جاهای مختلف اصلا ذهنم یه جای دیگه است خامه. همه این فضای مجزیز میتونیم به ما مسج بزنید مسیج رو میخونیم و میتونیم بهتون جواب بدیم ما میریم هفته دیگه با اپیزود آخر فصل هفته اون فعلا فلا خدافز خدا